سلام و درود به تمام شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک پرونده جنایی دیگه توی کانال سکوت. عزیزان، پرونده امروز ما پرونده بسیار عجیبیه. از این جهت میگم عجیبه که قاتل برای از بین بردن قربانیش دست به نقشه های خیلی متفاوتی زد، علیه اون دست به توطئه زد، چند بار ناموفق بود، اما خب در نهایت موفق شد که قربانیش رو از بین ببره، اونم طوری که پلیس جنایی ایران با اینکه قاتل توی بازداشت بود، توی دستشون بود، متوجه نشده بودن که اون قاتله. در نهایت هم کسی ماجرا رو لو داد که هیچ کس فکرش رو نمی کرد. تاریخ پرونده مربوط میشه به آبان سال 1399، ولی خب دادگاه نهایی پرونده همین یک ماه و نیم پیش در اوایل دی ماه سال 1401 بوده. مقتول مردی 42 ساله و متأهل به نام میثم بود، مردی سختکار، مردی سختکوش که همسری به نام مهناز و دختر نوجوانی به نام زهرا داشت. زندگی میثم و مهناز هم مثل خیلی از زندگی‌های دیگه مشکلات و درگیری‌های خودش رو داشت و این زندگی همینطور می‌گذشت تا اینکه مهناز تصمیم گرفت بیرون از خونه برای خودش کاری پیدا کنه، بیزینسی بزنه، مغازه‌ای باز کنه و این باعث شده بود که درگیری‌ها بین میثم و مهناز خیلی زیاد بشه. میثم اجازه نمیداد به مهناز که بیرون از خونه کار کنه و دلیلش هم این بود که فکر میکرد زنش بهش وفادار نیست و اگر بره بیرون برای خودش کاری پیدا کنه مطمئنن یک روز بهش خیانت میکنه. این فکری بود که میثم میکرد و به همین دلیل بود که به همسرش اجازه نمیداد بیرون از خونه کار کنه. ولی خب مهناز هم پاش رو توی کفش خودش کرده بود و افتاده بود روی دنده لجبازی و سماجت و میگفت که الا و بلا باید بیرون از خونه برای خودش کاری داشته باشه و میونه تمام این درگیری ها و مشکلات و دعواهایی که با شوهرش داشت رفته بود یک مغازه لباس فروشی هم زده بود و از اون زمان به بعد بود که درگیری ها بین اون و شوهرش شدت بیشتری میگیره و ادامه دار میشه تا اینکه یک روز مهناز به پلیس شهر تهران زنگ میزنه و میگه که شوهرش به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شد و کف سالن خونه افتاد و از دنیا رفته. اون روز یکی از روزهای آبان 99 بود و پلیس تهران به محض دریافت این گزارش رفتن به محل حادثه، رفتن به خونه مهناز و میثم و دیدن که بله، گزارش درست بوده. میثم توی خونه به دلیل ایست قلبی، سکته قلبی از دنیا رفته. ولی خب مشکل این بودش که توی خونه فضا طوری بود که انگار نشون میداد مرگ میثم یک مرگ طبیعی نبوده. در اون لحظه پدر و مادر میثم هم اونجا اومده بودن و میگفتن که فکر میکنن عروسشون باعث شده بوده که پسرشون کشته بشه. به هر حال این ادعایی بودش که پدر و مادر میثم میکردن و گفتن که میخوان از عروسشون شکایت کنن. ولی خب ماموران پلیس برای مشخص شدن علت مرگ میثم بدن اون رو به پزشکی قانونی فرستادن و شروع کردن صحبت کردن با اهل خانواده. مهناز همسر میثم خیلی تاکید داشتش که شوهرش در اثر ایست قلبی از دنیا رفته و توی اون لحظات خیلی هم سعی کرده بوده که بهش کمک کنه، اما چون از کمک‌های اولیه زیاد سر در نمی آورد کاری هم از دستش بر نیومده بود. چند روزی میگذره تا اینکه جواب آزمایشات از پزشکی قانونی میاد و در کمال تعجب پزشکی قانونی اعلام کردش که علت مرگ میثم ایست قلبی، سکته قلبی نبوده، بلکه بر اثر مشکلات تنفسی بوده و توی خونش هم مقدار زیادی مواد مخدر دستساز گفته بودن پیدا شده. اینکه حالا توی گزارش چطور از مواد مخدر دستساز نام برده شده من مطلع نیستم، یعنی امکان داره که مواد مخدر بسته بندی شده و استریزه شده و نمیدونم از کارخونه بیرون اومده شده باشه؟ دستساز چیز عجیبیه. به هر حال این چیزیه که توی گزارش اومده و بعد از شنیدن این موضوع پدر مادر میثم به حدس و گمانهایی که میزدن یقین پیدا کردن و انگوششون رو گرفتن به سمت عروسشون مهناز و گفتن که قاتل پسرشون مهنازه، عروسشون، چون پسرشون اصلا مواد مخدر استفاده نمی کرده و این که توی خونش همچین چیزی پیدا بشه یعنی این که عروسشون اون مواد رو به طور پنهانی به خورده اون داده بود. این ادعایی بود که
پدر و مادر میثم میکردن، اما خب هنوز مدرک و شواهدی در دستشون نبود. ماموران پلیس طبق شکایتی که پدر و مادر میثم از عروسشون کردن، اون زن رو بازداشت کردن و افتادن دنبال اینکه بتونن مدرک و شواهدی پیدا کنن، ولی خب در نهایت هیچی علیه مهناز پیدا نشد و پدر و مادر میثم مجبور شدن شکایتشون رو پس بگیرن و مهنازم از بازداشت آزاد شد. یک سالی گذشت. همه چیز تموم شده به نظر می رسید. پرونده مختومه اعلام شده بود. علت مرگ هم در نهایت وقتی که نتونسته بودن مدرکی پیدا کنن گفته بودن که مرگ طبیعی بوده. ولی خب یک سال بعد از این ماجرا همون دختر نوجوان میثم که حالا بعد از مرگش اون دختر داشت با مادرش زندگی می کرد، گویا که بعد از یک سال با مادرش دچار مشکل میشه. چه مشکلی توی گزارش نیومده، اما خب این مشکلش اونقدر زیاد بود که تصمیم گرفته بود از مادرش جدا بشه و بره پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش، یعنی پدر و مادر پدرش. زهرا به خونه اونا میره و یه مدتی از زندگی اون با پدر بزرگ و مادر بزرگش میگذره تا اینکه یک روز اون دختر به پیش پدر بزرگش رفته بود و گفته بود که بابا بزرگ میخوام یک راز رو بهت بگم. پدر بزرگش هم گفته بود چی؟ و زهرا گفته بود که قبل از اینکه بابا فوت کنه من مامان رو چند باری دیده بودم که توی غذای اون یه سری قرصهای عجیب و غریب حل میکرد، پودرهای عجیب توی غذاش میریخت و پنهانی به خورد بابا میداد. و یک بار که دیده بود مادرش واقعا داشت همچین کاری رو میکرد، رفته بود بهش گفته بود که مامان همچین کاری چیه که میکنی؟ این داروها چیه که به بابا پنهانی داری میدی؟ مادرش به صورت تند باهاش برخورد کرده بود و گفته بود که به کاری که به تو مربوط نیست و در رابطش چیزی نمیدونی در رابطش دخالت نکن. این داروها داروهای مشکل خوابه، پدرت مشکل خواب داره، دارم داروها رو بهش میدم و تازه داروی ضد کرونا هم هست، اگر پدرت بخوره مبتلا به کرونا هم نمیشه. اما خب این توی ذهن این دختر باقی مونده بود و شک کرده بود به مادرش و قبل از این که بتونه این موضوع رو جایی بازگو کنه پدرش از دنیا رفته بود. اما خب چون مطمئن نبود این مسئله رو مثل یک راز پیش خودش نگه داشته بود. پدر بزرگش بعد از شنیدن صحبت‌های نوش، از اینکه حالا مطمئن شده بودن تمام اون حدسایی که در رابطه با عروسشون زده بودن درست بوده، از نوشون زهرا خواهش میکنن که بیاد با هم برن کلانتری و توی کلانتری تمام این صحبت‌هایی که برای اونا کرده بوده رو یک بار دیگه بکنه و این اتفاق هم میفته و زهرا برای بازپرس پرونده قتل پدرش تمام موضوع رو از ابتدا تعریف کرده بود و همین میشه که دوباره ماموران پلیس به سراغ مهناز میرن. مهنازی که پیش خودش فکر میکرد یک سال از ماجرا گذشته، پرونده قتل شوهرش بسته شد و دیگه هیچ کس به سراغش نمیاد و اونم هر کاری که دلش بخواد میتونه بکنه. واقعا شوکه شده بود. وقتی که ماموران پلیس اون رو دستگیر میکنن و با هم راهی اتاق بازجویی میشن، مهناز در ابتدا قبول نکرده بود که قتل شوهرش کار خودشه و از در انکار در اومده بود و شروع کرده بود به داستان سرایی. ولی خب وقتی که پلیس دوباره مدارک و شواهد رو جلوش میگذاره و از اون طرف هم با اظهارات دخترش مواجه شده بود، بعد از یک مقدار تحمل بازجویی ها دیگه نتونسته بود طاقت بیاره و لب به اعتراف باز کرده بود. ولی خب میگفت که قاتل کس دیگه هست به نام حامد. حالا حامد کی بود؟ حامد مردی بود که قبل از به قتل رسیدن میثم با مهناز با اون زن رل زده بود، با هم توی رابطه بودن، یک رابطه پنهانی. خب در حقیقت مهناز وقتی که رفت یک مغازه لباس فروشی برای خودش زد، خب اختلاف داشت با شوهرش، شوهرش بهش اجازه نمیداد که بره بیرون از خونه کار کنه. طبق حالا اون حدس و گمانهایی که به هر حال نسبت به زنش داشت و فکر میکرد که اگر بیرون از خونه بره احتمال داره با کسی وارد رابطه بشه که تمام حدسهاش هم درست بود، اون زمان مهناز میره به دو طبقه افغان، به دو مرد افغان حدوداً 50 میلیون تومان میده و بهشون میگه که برن شوهرش رو ادب کنن، کتکش بزنن، برن یه طوری بزنن که ناکار بشه، کلن از کار بیفته. اون دو مرد افغان هم قبول میکنن، 50 میلیون تومان رو از مهناز میگیرن. اما خب اتفاق جالب بعد از اون میفته.
اونا نه تنها به سراغ میثم نرفته بودن که حتی با مهناز تماس گرفته بودن و بهش گفته بودن که فکر پس گرفتن پولش نباشه، چون اگر بخواد ازشون شکایت کنه و بیفته دنبال پس گرفتن پولها یه بلایی سرش میارن که نفهمه از کجا خورده. اینطور شده بود که مهناز کلن قید اون 50 میلیون رو زده بود و افتاده بود دنبال یک نقشه دیگه. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ با یک مردی به نام برزو وارد رابطه میشه. برزو یکی از مشتریاش بود و بهش گفته بود چون خیلی شبیه عشق قدیمش هست دوست داره باهاش وارد رابطه بشه و مهنازم قبول کرده بود، گفته بود ویلکام. اما خب اون لحظه یک فکر شیطانی به ذهن مهناز خطور میکنه و اونم این بودش که با خودش فکر کرده بود از برزوی زن ندیده استفاده کنه برای از بین بردن شوهرش، شوهر از همه جا بی خبرش، شوهری که فکر میکرد اگر زنش بیرون از خونه کار کنه با یک مرد دیگه وارد رابطه میشه. ببینید این حدس و گمانهای میثم تا چه حد درست بوده. به هر حال وقتی که به ظاهر مهناز رابطهش رو با برزو عمیق میکنه، رابطهشون با هم خیلی عمیق‌تر شده بود، پیش اون درد و دل کرده بود و گفته بود که واقعا از دست شوهرم خسته شدم و اگر کاری کنی که اون از بین بره بهت قول میدم که برای تو بشم تو هم برای من بشی. تا این حد با هم قول و قرار گذاشته بودن و برزو هم اینو فیلمای سینمایی دقیقا رفته بود با نقشه خود مهناز ماشین میثم رو نیمه شب دستکاری کرده بود، ترمزاش رو دستکاری کرده بود و گفته بود به مهناز که اگر شوهرت با این ماشین رانندگی کنه همون بار اول هنگام رانندگی تصادف میکنه و از بین میره و هیچ کس هم به ماجرا شک نمیکنه و علت مرگش هم همون تصادف تشخیص داده میشه. اما خب این بار هم نقشه اونها ناکام میمونه. چرا؟ چون میثم از اونا خیلی زرنگتر بود. اون مرد وقتی که صبح زود ماشینش رو روشن میکنه و بیرون میره متوجه شده بود که ماشینش ایراد داره، مشکل داره و مستقیم به نزدیکترین تعمیرگاه رفته بود و ترمزهای ماشین رو درست کرده بود. بعد از این اتفاق مهناز وقتی میبینه که از دست برزو کاری بر نمیاد و کلن آدم بی دست و پا و بی عرضه‌ای هست و نمیتونه روش حساب کنه، با یه تیپا از رابطه انداخته بودتش بیرون و رفته بود سراغ یک نفر دیگه. سراغ کی؟ سراغ حامد، یک مرد بدبخت دیگه، و به اون گفته بود که دوستش داره و اگر کاری کنه که شوهرش از بین بره اون برای اون میشه و اونم برای اون، همون صحبتهایی که برای برزو کرده بود. و حامد چیکار میکنه؟ میاد یک سری قرص و دارو و پودر به مهناز میده و بهش میگه که اونا رو به صورت پنهانی توی غذای شوهرش بریزه و به اون بخورونه و به مرور زمان به تدریج دستگاه تنفسی و کلن قلب میثم ضعیف میشه و از کار میفته و چون به مرور زمان این کار انجام میشه هیچ کس هم بهشون شک نمیکنه و علت مرگش یک مرگ طبیعی تشخیص داده میشه که همین اتفاق هم افتاده بود و پلیس ها نتونسته بودن بفهمن که قاتل کیه. و فقط این وسط مهناز یک بار به درستی نتونسته بود کارش رو انجام بده و زمانی که داشت اون قرص ها و پودرهای حالا مواد مخدر دستساز رو توی غذای شوهرش حل میکرد دخترش اون رو دیده بود و اون رفتار تندش با دخترش باعث شده بود که زهرا این موضوع، اون لحظات، اون کارها توی ذهنش باقی بمونه و نتونه فراموشش کنه. و بعد از یک سال که از مادرش جدا شده بود موضوع رو به پدر بزرگش گفته بود و بعد هم همون اتفاقهایی که براتون تعریف کردم. واقعا عجیبه، عجیب از این جهت که یک زن خارج از خونه تا این اندازه سعی و تلاش کنه که شوهرش رو از بین ببره، علیه اون دست به توطئه بزنه، از مردهای غریبه بخواد که بیان و شوهر اون رو براش بکشن. اینه که میگم عجیبه. خدا نصیب هیچ مردی همچین زنی رو نکنه. آخه نمیدونم خیانت چه لذتی داره که دست به همچین کارهایی میزنن. اگر لذتی که آخرش به قصاص منتهی بشه اسمش رو میشه لذت گذاشت. چون همونطور که بهتون گفتم دادگاه نهایی این پرونده یک ماه و نیم پیش بود و توی دادگاه برای مهناز همونطوری که ولی دم مقتول یعنی پدر و مادر میثم تقاضا کرده بودن برای مهناز حکم قصاص صادر شد.
البته انتظارش هم میرفت. ولی خب این زن در دفاع از خودش گفتش که هیچ وقت قصد نداشت که شوهرش رو بکشه و قاتل اصلی همون حامدیه که بهش داروها رو داده بود. اگر این صحبت ها برای شما مورد قبول هست، برای قاضی هم مورد قبول بوده. حامد هم از اون طرف میگفت که من فقط چند تا دارو به مهناز داده بودم که شوهرش رو بتونه خواب کنه، چون صبح ها وقتی که از خونه میخواست بیرون بزنه و شوهرش زودتر از اون بیدار میشد، باعث میشد که اون از خونه نتونه بیرون بیاد و اون داروها رو بهش میداد که صبح حالا تا ساعت 10 و 11 بتونه بخوابه. این صحبت هایی بود که حامد میکرد. ولی به خاطر همدستی با مهناز برای حامد حکم 25 سال حبس صادر شد و متهم ردیف سوم جناب زن ندیده برزورخان که رفته بود ترمزهای ماشین میثم رو دستکاری کرده بود، از مقدار مجازات اون هیچ صحبتی نشده. ولی وکیلش که توی جلسه نهایی دادگاه حضور داشت گفتش که موکلش تمام اتهاماتی که بهش وارد شده رو قبول داره و گفته که از کاری که کرده خیلی پشیمونه و دلیلش رو به قول اون زن شیطان صفت میثم اعلام کرده بود و گفته بود که فریب حرفای اون زن رو خورده بود و اگر مهناز نبود عمرن دست به همچین کاری نمیزد. اینم تأثیر یک زن خیانتکار بر روی یک مرد زن ندیده. من میگم زن ندیده. و از اون دو طبعه افغان هم هیچ خبری نیست. دو مردی که 50 میلیون گرفتن و نه دست به جنایت زدن و نه کسی رو زدن و خیلی تر و تمیز 50 میلیون پول گرفتن و رفتن. عزیزان حتما نظراتتون رو در رابطه با پرونده امروز برام در قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی که امروز هم تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.